سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم خدمتتون با یه استایل جدید و یه برنامه جدید از برنامه چگونه فیلمساز شویم، اونم یه فیلمساز لو باجت. بریم برگردیم تا با هم بس امروز رو شروع بکنیم، یه کوچولو صحبت کنیم در موردش و دیگه بیشتر از این وقت رو هدر ندیم و بریم برگردیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. فعلا بچه ها، برنامه امروز در مورد این هستش که ما چه چیزهایی لازم داریم برای ساخت فیلم کوتاه. چه چیزهایی لازم داریم منظور این نیست که مثلا فیلمنامه میخوایم، کارگردان میخوایم، تهیه کننده میخوایم، اینا حالا به کنار. ما برای ساخت فیلم یه سری تجهیزاتی لازم داریم، تجهیزات حالا یا حرفه یا نیمه حرفه یا خیلی مبتدی. در مورد اینا صحبت خواهیم کرد و یکی این که چه مقدار باید برای فیلم کوتاه هزینه بشه. ببینید، من فیلمی که خودم ساختم سال 99 یا 2020، همون فیلم 25می که پشت هست میبینید، من برای اون فیلم یه چیزی حدود $1000 هزینه کردم. حالا اون زمان نزدیک 20 خورده میلیون، نزدیک 30 میلیون هزینه شد و من بیشتر هزینه‌ام برای تولید شد. من دستمزد برای بازیگر نداشتم، برای افرادی که سر فیلمم میومدن زحمت میکشیدن، نه اینکه بخوام مثلا اعترافی کنم در حقشون و نخوام پول بدم، بیشتر یعنی صحبت شده بود همه اینو قبل از اینکه بخوایم بریم سر صحنه و سر تصویر برداری. ما با همه عوامل صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که بچه‌ها ما دستمزدی نداریم برای شما، ولی در عوض سعی میکنیم که پروداکشن خیلی قوی داشته باشیم و هزینه های زیادیمون رو برای پروداکشن بذاریم و تولید خوبی داشته باشیم به اصطلاح. و خب هزینه ها صرف تجهیزات شد. من دو مدل دوربین داشتم، یه مدلش برای خودم بود، یه مدلش رنت کرده بودم. مدل اون یه دوربینی که برای خودم بود اوزمون بود و اینکه اون یکی دوربینم هم 60D بود که رنت شده بود. ولی خب به مدت تقریبا یک ماه من فقط و فقط تمرینا رو داشتم، برای تمرینا با دوربین داشتیم تمرین میکردیم، یعنی بازیگرم جلوی دوربین تمرین میکرد، جفت بازیگرا جلوی دوربین تمرین میکردن. و اینکه حالا توضیحات بیشتر در مورد اون فیلم توی برنامه که در مورد ساختن تو کانال بگردید هستش، اون برنامه کامل توضیح داده شده در مورد ساخت فیلم و این که چه اتفاقاتی افتاد، این که چه چیزهایی، چه تجهیزاتی استفاده شد. دیگه بیشتر به اون نمیپردازم، فقط و فقط خواستم بهتون بگم که این هزینه که نزدیک 30 میلیون شد دقیقا کجا رفت. مقدار خیلی زیادش برای تجهیزات رفت، برای اجاره دوربین و اجاره نورا، اجاره باقی تجهیزات. ما حتی چون روی پل آور داشتیم تصویر برداری میکردیم، احتیاج به این بود که بی سیم داشته باشیم تا با بچه ها کانکت باشیم، در ارتباط باشیم. به خاطر همین ما مثلا رنت بی سیم داشتیم، بعد نفرات خیلی بالایی داشتیم، همین نفرات خورد و خوراکشون ملاک بود، یعنی ما باید یه شامی میدادیم یا اکثر تایممون که عصر به بعد بود، چون توی شب داشتیم تصویر میگرفتیم، اکثرا ما تماما باید شام میدادیم. هزینه شام این چند شب بودش و جدا از اون ما یک ماه تمرین داشتیم تقریبا، یک ماه قبلش هم برنامه پیش تولید بودش. من یه مقدار هزینه پست پروداکشن برای خرید اکانت برای یه سری پریست و یه سری پلاگین بود که خب این جزء هزینه های جانبی هستش که حالا شاید برای یه پروژه نباشه، چون من میتونم بعضن هم از این استفاده بکنم، ولی خب بیشتر هزینه هایی که برای پست پروداکشن شد برای رنت رندر فارم هایی بود که ازش استفاده کردم. چون من چندین جا
از کروماکی استفاده کردم و من سپردم به رندر فارم ها این کار رو انجام بدن، چون خیلی هم برام سریع‌تر انجام می شد، همین که خیلی راحت تر بود برام، یعنی هم سیستم هم درگیر نمی شد، سیستم هم یه جاهایش نمی کشید شاید. و خب این ایده رندر فارم ها خیلی ایده خوبی بود به نظر من. حالا در مورد رندر فارم ها بعدن اگر اوکی بشه یه برنامه میسازیم در مورد این که رندر فارم چی هستش و دوستایی که البته فیلمساز هستن، تدوینگر هستن، خودشون میدونن. پس اکثر هزینه هامون ما برای تولید میره و یه چیزی که در نظر باید داشته باشید خورد و خوراک هستش، میان وعده هاتون هستش. مثلا یه موقع تو روزای گرم تابستون اگه دارید تصمیم میگیرید، روزا بلنده، باید در نظر داشته باشید نوشیدنی خیلی زیاد قراره مصرف بشه، آب خیلی زیادی قراره مصرف بشه، تمام اینا رو باید داشته باشید که یه دستیار خوب یا مدیر برنامه خوب میتونه این کار رو انجام بده. مدیر تولید در اصل، مدیر برنامه نه، مدیر تولید خوب میتونه این کار رو انجام بده، در نظر داشته باشه. فقط و فقط ما باید اینو در نظر داشته باشیم که برای ساخت یک فیلم چه مقدار باید هزینه بشه. اگر فیلمتون کوتاه هستش، یعنی کوتاهی که ما مد نظرمون هست زیر 4-5 دقیقه، پس شما میتونید یه روز، نهایتاً دو روز خیلی زیاد، یعنی یک روزه من فکر میکنم شما میتونید فیلمتون رو ببندید، فیلمتون رو تصویر برداری بکنید. اگر آنچنان بازی های زیادی ندارید، اگر دیالوگ زیادی ندارید، خیلی تایمتون کمتر میشه. پس بچه ها یه جنبندی کلی بکنیم و این برنامه رو به پایان برسونیم. امروز مبحث ما این بود که چه تجهیزاتی احتیاج هست و اینکه چقدر باید هزینه بشه. البته در مورد تجهیزات ما یه برنامه دیگه خواهیم ساخت، اینکه چه تجهیزاتی دقیقاً احتیاج دارید. یه اشاره‌ای کوچولو کردم بهش، مونده به روزهایی که تصویربرداری قراره بکنید، جاهایی که قراره برید تصویر بگیرید. ولی خب برنامه امروز محوریتش بیشتر در مورد این بود که چقدر ما باید هزینه بکنیم. آیا این هزینه انقدری است که خودمون از جیبمون بذاریم یا نه مثلا باید بریم دنبال یه سرمایه‌گذار. پس ما اگر فیلمی میسازیم که زیر 5 دقیقه هستش، 3 دقیقه، 4 دقیقه نهایتاً، ما آنچنان هزینه زیادی نداریم، به این دلیل که روزهایی که قرار تصویر برداری بکنیم کمتر. ببینید هر چقدر اون مدت زمانی که شما قرار تصویر برداری بکنید کمتر بشه، به بودجه کمتری احتیاج دارید، چون شما خورد و خوراکتون، تجهیزاتتون و تمام عیاب ذهاب و اینجور مسائل کم میشه. و در اصل مثلا شما میتونید یه فیلمی که من مثلا با 30 میلیون ساختم، اگر بر فرض مثال توی یک هفته تصویر برداری شده، شما اینو توی مثلا یک روز تصویر برداری بکنید، شاید مثلا هزینه هاتون بیاد مثلا زیر 4-5 میلیون با این وضعیت موجود. اگر تجهیزات خودتون داشته باشید که خب خیلی کمتر میشه. حتی برای کیفیت فیلمتون هزینه بکنید، یعنی به جای اینکه شما بدید شما یه هزینه بکنید یه بازیگر خوب بیارید، همون هزینه رو بذارید برای اینکه یک دوربین خوب یا یک تصویربردار خوب بیارید یا یک صدا بردار خوب بیارید. برای عوامل حرفه‌ایتون، یعنی برای کسایی که قرار پشت صحنه با شما کار بکنن، نه بازیگر که قرار جلوی دوربین وایسه، نه مثلا اون ماشینی که قراره بیاد توی صحنه باشه، واسه اینجور چیزا زیاد سعی کنید هزینه نذارید. بیشتر هزینه هاتون رو بذارید برای افراد حرفه‌ای تیمتون، افرادی که قراره کارهای تصویر برداری، صدا برداری، بازیگردانی یا مثلا دستیارتون باشن، برای این افراد هزینه کنید بیشتر. و برای تجهیزاتتون تا جایی که میتونید، یک هزینه ای که هست، هزینه جانبی نباید گفت بهش، توی بودجه اصلی باید جا داده بشه، اینه که شما برای تدوینتون، برای پست پروداکشنتون، یعنی بعد از اینکه فیلم رو ساختید، بعد از اینکه تولید کردید، برای مرحله تدوین و پست پروداکشن یک هزینه خوبی اگه بذارید، مطمئنن خیلی بیشتر راضی خواهید بود تا اینکه حالا پول بدید یه بازیگر حرفه‌ای بخواد بیاد، یا مثلا
اینجور مسائل. خب بچه ها، امیدوارم که اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشتم براتون مفید بوده باشه. امیدوارم که تا الان این اطلاع به شما کمک کرده باشه، این تجربیاتی که حالا من شخصا داشتم بتونه به شما کمک بکنه در راهی که شما در نظر گرفتی برای فیلمساز شدن. و اینکه امیدوارم خوشتون بیاد این ویدیو، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، برای این پایین کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید حتما حتما کانالمو، و اینکه به دوستاتون معرفی بکنید. دیگه حرفی نمونه، مراقب خودتون باشید، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.